فیلم معراجی ها یک سرصدای خاص خودشو داشت، مثل بقیه کارهای شما و سابقه شما. و من بزن از اینجا شروع کنم. ما فکر کنم 4 سال پیش یا 5 سال پیش یه نشستی با هم داشتیم تو ماه مبارک رمضان که من روی مستندهای شما بیشتر متمرکز شدم. علتی که اون موقع در ارتباط با سینمایی صحبت نکردم چون اولین یا دومین کار شما بود معلوم نبود از تو ذهن خودم. ولی الان چند فیلم گذشته و میشه حالا صحبت کرد در مورد کار شما و به خصوص اینکه پرفروش‌ترین فیلم های سینمایی است که تو این تاریخ معاصر ما داشتیم. یه علتم که هیاهو میکنه همین هستش، از هم از این طرف هم از اون طرف. ولی شما بعد از دوره جنگ مدتی روزنامه نگار بودید. از اینجا دوستان شروع کنم که این دوره چه تأثیری روی کارهای بعدی شما داشت؟ این دوره روزنامه نگاری و سردبیر چند نشریه بودیم که اینم تو ذهن غربی ها که میخوان در تو مسئول دهنم که صحبت کنم همشه اشاره میکنم به این دوره جورنالیزم شما، اکتیویزم شما، از این جور پس زمینه ها. این در مورد این دوره میخوام مصاحبه رو امشب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم این برنامه. حقیقتا شاید بشه گفت بخش اعظم کارهایی که من انجام دادم به خصوص بعد از جنگ به هر حال برمیگشت به همون حال هوایی که از جنگ برگشتیم. یعنی تصوری که حالا از جامعه شهری پشت جبهه ها داشتیم با اون آرمان و اون ایده هایی که به خاطرش رفته بودیم جبهه، تضادهایی که تو جامعه میدیدیم با اون ارزش هایی که به خاطر اونها بچه ها می جنگیدن و این که اصلا چه باید کرد. یعنی قبول قطعنامه مثل یه پتک بود، یعنی قبولش برای ما و باورش خیلی سخت بود. و این که چه باید کرد، من شاید بشه گفت چند ماه اول فقط درگیر این چه باید کرد بودم و بارها این پیام قطعنامه امام رو من گوش میدادم. جنگ ما جنگ عقیده است، مرز جغرافیا نمیشناسد، جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غناست، جنگ ما جنگ بین ایمان و رزالت بود. بعد با محکمی تمام میگفتن که میدانم که به شما سخت میگذرد ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد، میدانم که شهادت شیرین تر از عسل برای شما. انگار اصلا خودش بین ما بوده، تو گردانا بوده، بین نیروهای پیاده بوده، حالا داره برمیگرده تو شهر. اصلا دیپلماتیک نگاه نمیکرد به قصه، سیاسی نگاه نمیکرد به قصه، انگار از یک بسته شدن یک بابی حرف میزد، باب شهادت، باب آرمان شهر و مدینه فاضله‌ای که واقعا توی اون 1400 کیلومتر ساخته شده تو منطقه. ولی میگه هیچ چیز تغییر نکرده است. چرا تغییر نکرده؟ جنگ که تموم شده، خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ برای رسیدن به اون آرمان ها آماده کنید. من همیشه حرفم این بود اگر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس ما 8 سال بود، اون جنگ فرهنگی، اون مقاومت فرهنگی الان بیشتر از فکر میکنم از دستم در رفته دیگه، 67 تا 93 ادامه داره. و فکر میکنم اونهایی که تو این عرصه دارن میجنگن کارشون بسیار سخت‌تر از دوران جبهه و جنگه، تو حوزه فرهنگ و تو حوزه مطالبات اجتماعی، عدالت و غیره. اون موقع اگر تو دوران جنگ پات رومین میرفت ارزش بود، جانباز محسوب میشدی، به دیدنت میامدن. اینجا اگر پات رومین بره هویت میکنن، اینجا برخلاف مسیر آبشنا کردنه، اونجا یه عده راه رو باز میکنن تا گردان ها عبور کنن، اینجا تازه باید از یه معبری رد شی، پا رومین بگذاری تا دیگران بیان از کنار رد شن. من همیشه گفتم توی جنگ اگر بچه ها تو میدون مین تو معابر رد میشدن، بچه هایی که میرسیدن بالا سر شهدا میذاشتنشون با احترام کنار، بعد از معبر رد میشدن. ولی تو حوزه فرهنگ اینجوری نیست. یه موقعی حرفای میزنی متهم میشی به افراطی‌گری، 10 سال بعد 20 سال بعد میبینی دیگران همون حرفا رو میزنن. یه سری کارا میکنی اون موقعی که زمانشه، بعد جامعه به اونجا میرسه. یعنی در حقیقت جلوتر از زمان خودت حرکت کردن همون رومین رفتنه. ولی توی
این جنگ فرهنگی جالب اینه که وقتی میخوان از ردشن از معبر پاشونو میذارن رو آدم رد میشن به اسم نقد مثلا. خیلی سخت‌تر این جنگ، درجه و نشان هم به کسی نمیدن، فقط توی سیبل حملات قرار میگیری و مظلومیتش خیلی زیاده تو این حوزه کار کردن. خب بعد از جنگ اینکه چه باید کرد، اون مبارزه علمی و عملی بود. ما هم از منطقه برگشته اولین کاری که باید میکردیم باید درس میخوندیم، درسی که فکر نمیکردیم هیچ وقت پشت نیم کتاب برگردیم. من یه جا گفته بودم، من قبل از بچگی ها با یکی از دوستان با هم بحث میکردیم، کلاس اول راهنمایی بودیم، دکتر شدیم کدوم اون طبقه دوم مطب بزنه که راه میرن مریضاش مثلا پایین صدا میده، با هم دعوا میکردیم سر طبقه مطب. بعد جنگ تموم شد، ایشون هم جبهه اومد و بعد حالا کنکور قبول شد و میگفت وای میسم تو بیای، میگفتم نه تو ادامه بده. پزشکی قبول شد، ما اومدیم بعد از جنگ دیگه، حالا گفت بیا پزشکی. بعد من نشستم اونجا فکر کردم، گفتم این مبارزه علمی عملی که مثلا امام میگه، نمیگم پزشکی اینا بعد اونا خدمت به جامعه است، ولی تو حوزه فرهنگ منو اقنا نمیکنه. که من موقع رفتم علوم سیاسی و در کنار شروع کردم تو حوزه فرهنگی فعالیت اجتماعی، و اولین کاری که کردم نشریاتی بود که اون موقع توی نماز جمعه تهران پخش میکردیم، اونا رو میبردیم توی چهارراه، موسوم بود به چهارراه لشکر که معمولا، یا چهارراه ماچه‌بوسه، رزمنده بعد از هر عملیات میمدن اونجا. حالا خطبه‌های نماز جمعه بود، پیرمردایی که مثلا میمدن اونجا همیشه اشکال میگرفتن از این بچه ها که چرا اینا خطبه ها رو گوش نمیدن. اونجا بحث سیاسی داغ بود، بحث دمان جنگ داغ بود. حالا بعد از جنگ بردن همین اطلاعاتی که بعضا توش همین مسائل فرهنگی گوش زد میشد، اون موقع شبنامه اومده بود توی خود دانشگاه، مکافاتی بود، ما دو سه روز قبل میبردیم اونجا چال میکردیم که بتونیم روی این کانکت ها نصب کنیم. استفاده از رسانه، میخواد بگه چی رسید به روزنامه. خب مرسوم بود تو نماز جمعه یه سری شعارهای تو صفوف اول داده میشه، صلی الله محمد، شعارهای کلیشه‌ای که مسئولم داره، یکی میگه دیگران تکرار میکنن. ما دیدیم اتفاقا اونجایی که باید مشکلات فرهنگی جامعه به گوش مردم به مسئولین برسه همین نماز جمعه است. اون موقع تلویزیون هم زیاد هنوز حرفه‌ای نشده بودن، پخش مستقیم بود. ما میرفتیم بین شعارهای رسمی نماز جمعه و شعارهای اعتراضی در خصوص حوزه فرهنگ رو تکرار میکرد، بعد پخش میشد تو جامعه، الگو میگرفتن شهرهای دیگه. و بعدم به این نتیجه رسیدیم که حالا خیلی از این فریادهایی که این بچهای بعد از جنگ اومدن دارن میزنن، به جای اینکه نقد مردم باشه، طیف مثلا بچه حزب اللهی بودن که اعتراض به مسائل فرهنگی داشتن، فساد و غیره، که من اون موقع بین خودم بحث بود به جای نقد مردم برید به سمت نقد دولت، یعنی اون کسی قراره سیاست بگذاره مهندسی فرهنگی بکنه اون مقصره، اون علت اینها معلولن، یعنی اشتباهات دهه 60 رو تکرار نکنید، برید با مردم تنش پیدا بکنید. که رفت به سمت اعتراضایی که به متوجه مجلس دولت و غیره میشد. اتفاقا تا اونجایی که این تپ آدما، یعنی بچه حزب اللهی ها با مردم تنش پیدا میکردن، اعتراضی بهشون نبود. از اینجایی که فلش حرکتشون رفت به سمت نقد مسئولین، مدیریت ها و سیاست ها، الگوی توسعه، دو تا جبهه بود دیگه. حالا سالگرد شهید آوینی هم هست تو این مباحث. من یادم میاد یه بار تو چهار همون چهار لشکر نماز جمعه شهید آوینی اومده بود و جالب میخواست یه راهپیمایی را بندازه. من خندم گرفت، گفتم شما کار تئوریک میکردی فلان. گفت نه، کار تئوریک خالی جواب نمیده، باید اومد تو میدون. بعد اتفاقا یه آدما دورش گرفته بودن تظاهرات برای بوسنی و غیره از اینا میخواست را بندازه. بعد میگفتم شما کار تئوریک بکنید، بذار کار اجرایی و میدانی رو ما انجام بدیم. میگفت نه، همون باید بیام کنار هم دیگه، ما اگر حرف بزنیم فشار اجتماعی نباشه کسی به حرفمون گوش نمیده. که شاید اون آخرین برخوردی بود که ما با هم داشتیم. بعد مثلا بعد شهید شدن، شاید حلقه وصل بین مثلا جنبش اجتماعی، یعنی اعتراض های مدنی که بچه‌ها بعد از جنگ شروع کردن، وصل میشد به عقبه تئوریکی که امثال شهید آوینی داشتن، خیلی زودتر از اینا جواب میداد. که به هر حال فقدان ایشون لطمه زد به اون بخش. که بعد ما میدیدیم این حرفایی که ما میزنیم تریبون نداره، یعنی رسانه‌های رسمی حتی منتسب به نظام حاضر نبودن همین حرفای ما رو منعکس بکنن. من اونجا همونجا به این نتیجه رسیدم که باید رسانه داشت، باید این فریادها رو تبدیل به اندیشه رو تبدیل به رسانه کرد و به اطلاع افکار عمومی رسوند. که خیلی از بچه‌ها خب قبول نداشتن این کارا رو، میگفتن که حالا این کارا کارای با تعبیر اون موقع سوسول بازیه، نمیدونم حالا شاید دو سه دفعه برخورد کردن باهاتون، دستگیر شدید، نمیدونم به خاطر این اعتراضات، حتی اعتراض تو نماز جمعه غیره، میگفتن شما ترسیدید. که من یادم میاد اولین نشریات مثلا اون موقع
راه اندازی کردیم و قرار شد مثلا ماها کار فرهنگی ایجابی بکنیم و دیگران که دوست نداشتن برن کار سلبی انجام بدن. ولی باز من به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که من میگم جنس حرفی که میزنم متفاوته. به نوعی میشه گفت بعضا ترمز بود برام اون حرکات یا اون گروه هایی که بخوام باشون کار بکنم. نشریه شلمچر راه اندازی کردم و به هر حال همزمان باش اون عقبه تئوری که خودمون رو قوی تر میکردیم که تا اون فریادها اون آرمان ها رو تبدیل کنیم به یه سری مبانی که نگن این حرفا احساسیه. و به هر حال شلمچه دورانی داشت پر مخاطب تا این هفته نامه ایران بود، اولین نشریه سیاسی هفته نامه بود که بعد از همشهری رنگی در میمد. اون موقعی که هیچ کارهایی در زمینه یادواره شهدا و این مسائل نبود، جامعه رفت به سمت تازه ارزش زدایی، یعنی به اسم شاداب کردن مردم اومدن المان ها و نشانه های جنگ و دفاع مقدس اون شعارا رو از خیابونا پاک کردن، گرچه پاک کردن به جاش سامسونگ و گلدستار و سونی این چیزا زدن. و اون موقع ما اعتراض میکردیم به این روند، حتی روزنامه های اصولگرایی اون موقع میگفتن این شعارهایی که رو دیوار نوشته میشه بدخطیه، این کد سلیقه‌ایه. جالبه خط بد بچه‌ها رو میدیدن ولی خط مسیر خط فکری بد سیاست گذاری فرهنگی اون موقع رو نمیدیدن. به هر حال اون موقع همین حرفا زده میشد تو بحث جنگ فقر و غنا، بحث فاصله طبقاتی. حالا شلمچه تعطیل شد و بعد من نشریه جبهه رو راه انداختم. این دفعه گفتمانش با نشریه شلمچه فرق میکرد، چون بعد از شلمچه و اون جریاناتی که اون نشریه راه انداخت، اون به اصطلاح نمایشگاهی دفاع مقدس و غیره، توی نشریه جبهه ما گفتمان جنگ فقر و غنا و به اصطلاح نقد سیاستمداران رو لبه تیزتر کار قرار دادیم. حالا با نیروهای فکری که حالا دیگه از نشریات دیگه جذب اینجا شده بودن و باز پرتیراژتر از شلمچه نشریه جبهه را انداخته شد. حالا شلمچه رو اون موقع اصلاح طلبا بستن، جبهه هم که بعد از 2 سال به نوعی همزمان با اون پایگاه دشمن نشریه دیگه اون موقع بسته شد. یعنی به نوعی ما هم مرغ عزا و عروسی بودیم و زدن اونجور حرفا هزینه هایی داشت که من طبیعت مبارزه میدونستم. یعنی به نوعی احساس میکردم مثل همون رومین رفتنه، مثل همون شب عملیات مونه که هزینه داره، یعنی کسی کف نمیزنه برای این حرفا. و بعد هم حالا نشریه صبح رو اندازه کردم، دوره‌ای بود که به هر حال فکر میکردم دیگه به جای کار ژورنالیستی اونچنین باید کار عمیق‌تر کرد، کار فکری کرد، چون نشریات موازی دیگه ای را انداخته شده بود، خیلی کسای دیگه اون حرفا رو میزدن و احتیاجی نبود من تو اون مدیوم کار بکنم. من یه بار اومدم دفترش بودم، شلمچه بود یا جبهه، واقعا دفترم شبیه سنگر بود، گونی دیده بودم و نمیدونم پلاکار رو ارز کنم که پلاک و امثال هم. در واقع شما به وسیله این هفته نامه ها یک جبهه فرهنگی رو باز کرده بودید و یک کار ایجابی از جنس موجسازی و اون در واقع اون حالت جبهه رو فراموش نکرده بودید. اومدم توی قسمت مثلا توی صبح یادمه آقای نصیری این کار انجام میداد. کسی امروز نمیدونه که مثلا آقای مهدی نصیری در اون دوره چه کرد و چقدر خودشو درگیر کرد با چقدر از مسئولین و وزرا اینها این اعتراض اینا خوبه. بعدها یعنی یک نسلی اصلا یکی دوتا نسل اصلا نمیدونن در اون دوره چه اتفاقاتی افتاد. خب همین هم میگم دیگه، اون موقع حرفایی که اون موقع زده میشد جلوتر از زمان خودش بود. تو بحث گفتمانسازی عدالت آیا از قدی توی دانشگاه سخنرانی کرد.